سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای روز. تفنگداران ناشناس در بلخ یک جوان را کشتند و همسرش را زخمی کردند. مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. و در یک خبر عاجل، پیام تازه فرمانده خالد امیری. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل کابلویز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. 8 صبح بلخ. منابع محلی در ولایت بلخ می گویند که تفنگداران و ناشناس یک جوان را در این ولایت کشتند. این رویداد حوالی ساعت 2:05 شنبه شب 25 حود در قریه خلیفه ولسوالی کشنده به وقوع پیوسته است. در حمله تفنگداران ناشناس، همسر زیر علم نادر، جوان کشته شده نیز زخمی شده است. در این حال طبق یک خبری دیگر، مأموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای امنیت سازمان ملل از تمدید مأموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما برای یک سال دیگر خبر داده و گفته است این دفتر تا یک سال دیگر به کارش در افغانستان ادامه می دهد. و در یک خبر عاجل، فرمانده خالد امیری در برگه فیسبوک خود می نویسد: برای آزادی کشور ما باید سختی ها را متحمل شویم، اما پیروان احمد شاه مسعود تسلیمی و کنار رفتن از مبارزه را ننگ می دانند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلویز را سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر، بدرود.